شهرزاد سپانلو متولد تهران. شهرزاد در زمان جنگ ایران عراق به همراه خانواده‌اش از ایران خارج شد و به آمریکا آمد. او فعالیت حرفه‌ای هنری خودش رو با گروه سیلویت آغاز کرد. فرید شفینیوری متولد آمریکا، نوازنده، ترانه‌سرا و خواننده. فرید در آمریکا زندگی می‌کنه و تخصصش تلفیق موسیقی کلاسیک ایرانی و سبک‌های مختلف موسیقی غربی. دارین چگونه معرفی بشین؟ شهرزاد سپانلو، خواننده، فارغ التحصیل دانشگاه UCLA در رشته جامعه شناسی و مادر دو دختر کوچیک. ساده و مفید و مختصر. آخرین کتابی که خوندین چی بود؟ انقلاب نوروز ایران، نوشته امیر فصیحی همسرم. Big Sur by Jack Kerouac. آخرین موسیقی که گوش کردین؟ اولیویا نیوتن جان، هنگام ورزش. آواز ایرج بسطامی در دستگاه راست پنجگاه، کار پرویز مشکتیان. الان مشغول چه پروژه موسیقی هستی؟ دارم روی آلبوم جدید کار میکنم و چند تا کنسرت میخوام بذارم. در حال ضبط آلبوم سوم هستم و یه همکاری با خانم بغل دستیم. از چه سنی شروع کردی به یاد گرفتن موسیقی؟ طرفای 5-6 سالم بود که کلاسای آواز برمیداشتم. از سن 8 سالگی شروع کردم به یاد گرفتن ساز ویولنسل. به ترتیب سالها که گذشت ساز هی سنتی تر شد و ایرانی تر شد. چرا؟ خب علاقه داشتم. والا علاقه داشتم و کلا موسیقی تو خانواده ما خیلی روان بود و همیشه تو گوشم بود. اولین اجرای زنده‌ای که انجام دادی کی بود و کجا؟ همون 4-5 سالم که بود برای کلاسم خوندم، برای بچه‌های تو کلاس، ولی به صورت حرفه‌ای در گروه سیلوات که بودم شروع کردم. اولین کنسرتی که میتونم حساب کنم به کنسرت خودم 19 سالم بود و در شهر آستین بود. جزء برنامه‌هایی بود که در دانشگاه انجمن بچه‌های ایرانی اونجا هر سال می‌ذاشتم. چه کسی بیشترین تأثیر روی کارت داشت؟ یه کسی خاصی رو نمیتونم به اسم بیارم. میشه گفت خانوادم. بدترین موزیسین تاریخ کیه؟ واقعا نمیدونم. مطمئنم خیلی بد هست توش، هست خوب و بد همه چی، ولی نمیتونم بگم. بدترین نداری. بهترین خواننده ایرانی کیه؟ من امروزه فکر میکنم بهترین صدا رو خانم مرجان داره. بهترین هم نداره. هیچ وقت شده از کارهای خودت خسته بشی؟ آره شده. نه. نمیشه که آدم 24 ساعته به کارهای خودش گوش کنه. هیچ وقت شده در حین اجرا اون قسمت خودت یادت بره؟ آره شده. شده لغت ها مثلا یادم رفته و اینا، کم البته. چی کار میکنی؟ یه جوری جلو میریم دیگه. خودمو میذارم به اون راه دیگه. چه توصیه‌ای برای جوانهایی که الان دارن موسیقی رو تو ایران شروع میکنن داری؟ فقط اینکه به کارشون ادامه بدن، حتی اگه به صورت حرفه‌ای هم تونن ادامه بدن این موسیقی رو در کنار همه کار دیگه. برای عشقش برن، برای عشق و علاقش جلو برن، برای شهرت و اون فکرایی که پشت سرش هست نره. ترجیح میدی با ارکسترهای بزرگ کار کنی یا با ارکسترهای کوچیک‌تر؟ بزرگ. کوچیک‌تر. آدم حس میکنه که موزیک قشنگتر میتونه جلوه بکنه روی سن. از هنرمندای معاصر چه کسی بیشترین تأثیر روت گذاشته؟ فیلیپ گلاس. همیشه عاشق کار و زندگی جان لنون بودم و فکر میکنم که برای من اون شخص خیلی خیلی قابل احترامیه. چرا نشون دادن ساز در تلویزیون ایران ممنوعه؟ راستش من اینو نمیدونستم و اصلا باور نکردنیه، ولی خب مثل خیلی چیزای دیگه که ممنوعه دیگه. شاید چون نامحرمه. شما چه جوابی دارین برای کسانی که میگن موسیقی حرامه؟ شخصا اصلا به حرام و حلال و این چیزا عقیده‌ای ندارم، ولی اگه منظورشون اینه که مثلا آدمو از راه به در میبره، من کاملا مخالفم. خب گوش نکن. چرا صدای زن تو ایران پخش نمیشه؟ خب اونم لابد از همون حرام و حلال و اینجور چیزا میاد دیگه، ولی واقعا متاسفم که در این نقطه در تاریخ ما اصلا هرچی صحبتی میکنیم. واقعا مسخره است. نمیدونم، شاید میترسم. بزرگترین مانع جهانی شدن موسیقی ایران چیه؟ استفاده از سینتسایزر زیاد از حد. نه، ولی فکر میکنم این که ما آزادی نداریم تو کشورمون و اصلا یه خود پراکنده ایم، فکر میکنم درست حسابی نمیتونیم کارمون رو ارائه بدیم. هویت ایرانیه که واسه خود ایرانی ها گاهی وقتا خیلی نامعلوم به نظر میاد و تا ما نتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم چجوری میتونیم عرضه بدیم یک موسیقی از خودمون. آیا اشعار ترانه های امروز تناسبی با حال و روز جامعه ایران داره؟ بعضیاش داره بعضیاش نداره. به هر حال ما به هر دوتاش احتیاج داریم. گاهی وقتا. چرا موسیقی عربی و هندی تونستن در دنیا مخاطب بین المللی جذب کنن ولی موسیقی ایرانی اونقدر موفق نبود؟ خب باز برمیگرده به همون آزادی
که در این دو کشور لاقل برای موسیقیدان و برای موزیسیناشون فراهم میکنن، حتما اونا امکانشو بیشتر دارن که بتونن کار زیادتری بکنن و کار بیشتری ارائه بدن. موسیقی عربی و هندی خیلی ریتمیکه، وقتی اینو بخوان تلفیق کنن یا وصل کنن به موسیقی غربی از طریق ریتم‌های خیلی تند و شاد سریع‌تر میتونن عرضه کنن و به گوش غربی ها راحت‌تر میشینه. بلکه موسیقی ایرانی ذاتش از ملودی میاد و ملودی شرق و ملودی ایرانی یه چیزیه که با شنیدن یک بار دو بار شاید اون تهنشین نشه تو گوش شنونده. مشکل موسیقی ایرانی در پخش یا تولید؟ هر دوش، ولی بیشتر در پخش. چه کسانی یا تشکیلاتی باید از موسیقی ایرانی حمایت کنن که نمی کنن؟ کمپانی ها هستن که باید حمایت بکنن که نمی کنن، ولی مردم هم میتونن خیلی بخش بزرگی داشته باشن. کسانی که به موسیقی گوش میکنن، کنسرت میرن، لذت هم میبرن، ولی در این حال حمایت نمیکنن، به نظر من اون آدما باید حمایت کنن. تو موسیقی میشه دروغ گفت؟ چرا که نه. آره. کار هنرمند برات مهمتره یا شخصیتش؟ وهله اول کار هنرمند برای من مهمه، ولی خب شخصیتش هم بعدن خیلی تاثیر میذاره. کار هنرمند. موسیقی تلفیقی؟ عالی. بی معنی شده. موسیقی زیرزمینی؟ خیلی خوب. افسوس. ترانه سیاسی؟ بسیار مهم. ترانه عشق و عاشقی. فریدون فرخزاد؟ دوست داشتنی. فروغ فرخزاد. مجوز ارشاد؟ وقت تلف کنی. الکی. واروژان؟ استاد. تجدیدی. موسیقی لس آنجلس؟ شاد. لوس. فرهاد مهراد؟ عزیز برای همیشه. یکی از مهمترین چهره‌های موسیقی پاپ ایرانی. میدان آزادی یا برج میلاد؟ میدان آزادی. پارک وی. تک نوازی یا دو نوازی؟ دو نوازی. تک نوازی. قرمز یا آبی؟ قرمز. آبی. دیجیتال یا آنالوگ؟ آنالوگ. رستم یا سهراب؟ سهراب. خیال یا واقعیت؟ خیال. سنگ، کاغذ یا قیچی؟ کاغذ. سیب زمینی. چپ یا راست؟ چپ دست. راست. چپ راست. رسیدیم.